دبلیو یعنی کار مساوی است با اف ضرب در دی، دبلیو مساوی است با اف دی، میشه جا به جایی من میشه دی ضرب در اف مساوی است با چی؟ دبلیو. خب دبلیو مساوی است با اف ضرب در دی. خب به همین راحتی. خب واحد نیرو چیه؟ نیوتن. واحد جابجایی چیه؟ متر. واحد کار چیه؟ نیوتن در متر. وقتی به جسم نیرو وارد میشه، اگر جسم حرکت نکنه، فرض کن من میرم وای میستم پشت یه دیواری، شروع میکنم به هل دادن. خب دیوارا جابجا نمیشه. من دارم هی زور میزنم، انرژی مصرف میکنم، اما کاری انجام نمیدم. خیلی حواست باشه. میرم پشت یه دیوار وای میستم، زور میزنم. انرژی مصرف میشود. نیرو هم مصرف میشه، اما جابجایی صفره. چون تو وقتی اینجا رو بذار، اصلا یه میلیون، یه میلیارد، هر عددی دوست داری بذار، ولی وقتی جابجایی تو صفر باشه، خب کار تو هم چیه؟ صفره. تو وقتی حرکت نکنه اتفاق رخ نمیده. اوکی. حالا فرض کن به یه جسمی من نیرو وارد میکنم، ولی اون جسم جابجا میشود. این دفعه مثلا فرض کن یه نفری رفته پشت این ماشین وایساده، چیکار کرده؟ داره هول میده، یه مقدار جابجا میشه. به طور مثال یه عدد میدم، ماشین رو 100 متر هول میده. نارنجی خیلی جذاب نیست به نظرم برای شما، نمیبینی. پشت این ماشین وایساده 4000 نیوتن نیرو وارد کرده، درسته؟ 4000 نیوتن نیرو وارد کرده، 100 متر اینو جابجا کرده، درسته؟ 4000 نیوتن نیرو وارد کرده، 100 متر جابجا شده. خب کار من میشه چی؟ پس میشه نیرو ضرب در جابجایی، میشه 4000 ضرب در 100، میشه 4 1 2 3 4 5، میشه جواب چی؟ 400000 ژول. واحد کار ژول. به افتخار آقایی کی؟ جیمز ژول. واحد کار گذاشتیم چی؟ ژول. آقا تو امتحانات اگه این جیو یا ژول رو، خب یا شما ژول رو ننویسید، 25 صدام کم میشه. بی برو برگرد. اوکی؟ این یکی، یه نفری رفته روی میز پرس سینه، مثل ما خوابیده، خب یه وزنه رو برداشته بلند کرده. این وزنه وزنش چقدره؟ وزنه چقدره؟ من مثلا به تو میگم که کیلوگرم نمیگم، مثلا به تو میگم آقا این فرض کن 350 نیوتونه. 350 نیوتونه، خب معادل 35 کیلوگرم. چقدر اینه میاره بالا؟ مثلا فرض کن یه متر میاره بالا. پس کاری که انجام میده چقدره؟ میشه 350 ضرب در 1 متر. جواب میشه چقدر؟ میشه 350 ژول. اگر وقتی نیرو داریم جابجایی نداریم، کار صفره. بله آیناس. اگر اینجا یه طراح سوالی اومد زرنگی کنه، اینجا به جای 1 متر چی نوشت؟ نوشت 80 سانتی متر. نمیبینیم چی 350 ضرب در 80 ها؟ این کارو نکنی ها، هر چی رشته کردیم پنبه میکنی. 350 رو باید ضرب در 18 بکنی آقا، بر حسب متر باید باشه. 10 بار 20 بار 100 بار گفتیم بعد تو واحده SI باشه، بر حسب چی باشه؟ متر باشه. سانتی متر داد مترش میکنی ها، تکرار کن با خودت تو خونه، سانتی متر داد میکنیش متر تو خونه، تکرار کن همین الان با خودت، سانتی متر داد میکنیش متر، کیلومتر داد میکنیش متر. اوکی؟ سانتی متر داد مترش میکنی، کیلومتر داد مترش میکنی. اوکی؟ پس اینجا میای 350 رو ضرب در 8 دهم میکنی، اینجا تو سانتی متر داده. اوکی؟ حله. میشه 35 ضرب در 8، این میشه 240 تا، با 40 تا میشه 290 ژول، درسته؟ میشه 290 ژول. اوکی بچه ها، این از این. حالا این شکل رو ببین، دو تا نکته تو این بگم برات مفهوم جا بیفته. خب
میگه یه نیرو دارم بهش وارد میکنم، جابجا هم میشه. خب نیرویی که وارد کرده چقدر بوده بچه ها؟ 325 نیوتن. چقدر جابجا شده؟ 2 متر. پس این دوتا رو تو هم ضرب کنی میشه 650 جول. این تو این شکل 650 جول کار انجام داده، درسته؟ آره خیلی هم ساده. میام تو این یکی، میام تو این یکی.